فقط خبرم. بیخبری از تعداد واقعی کشته ها و بازداشتی های اعتراض های اخیر در ایران. سخنگوی قوه قضاییه آمارهای سایر منابع را تکذیب کرد. شهروندان افغان در میان کشته های اعتراض های ایران، وزارت خارجه افغانستان از ایران درخواست اطلاعات کرد. نشست ناتو در سایه اختلاف میان اعضا، سران کشورهای عضو به مناسبت 70مین سالگرد این پیمان در لندن گرد هم آمدند. و نتیجه نظرسنجی تازه بنیاد آسیا در افغانستان، حدود 90% افغانها از گفتگوهای صلح حمایت می‌کنند. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. سخنگوی قوه قضاییه در تازه ترین اظهار نظر درباره تعداد کشته شده ها در اعتراض های اخیر در ایران میگوید آماری که از طرف به گفته او گروه های معاند منتشر شده درست نیست. و همچنین گفته بیشتر بازداشت شده ها آزاد شدند. همزمان استاندار تهران گفته بر اساس آمارهای اولیه 2021 نفر در این اعتراض ها بازداشت شده بودند که بسیاری از آنها بلافاصله با یک بازجویی و به دستور محاکم قضایی آزاد شدند. اما آنها که به گفته او دستور گرفته بودند و برای ایجاد مشکل در امنیت مردم به خیابان ها آمده بودند و سابقه داشتند، هنوز در مرحله بازجویی هستند. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل 208 نفر در اعتراض های آبان ماه کشته و 1000 نفر دستگیر شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. یک شنبه اینجا جاده ساوه گلستان ببینید تدری با تفنگ دواب مردم رو دارن. بیش از دو هفته از آغاز اعتراض ها در ایران میگذرد. با این حال هنوز هیچ آمار رسمی درباره تعداد کشته شده ها یا بازداشت شده ها منتشر نشده. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید اعداد و ارقامی که به گفته او گروه های معاند درباره تعداد کشته شدگان اعتراض های اخیر در ایران اعلام کردند دروغ است و تعداد آنها بسیار کمتر از این مقدار است. و آمار با اون که اونها ادعا می کنند تفاوت جدی دارد. بسیار کمتر از ارقام ادعایی خود اونها است. خود اونها هم یه رقم ادعا می کنند، یک سری اسامی اعلام می‌کنند. سازمان عفو بین الملل که از زمان آغاز اعتراض‌ها درباره تعداد کشته شدگان تحقیق کرده میگوید تا کنون توانسته مرگ 208 معترض را تایید کند، اما گفته تعداد کشته شدگان احتمالاً بسیار بیشتر از این مقدار است. بازداشت شدگان حوادث اخیر، سخنگوی قوه قضاییه حتی گفته بسیاری از کسانی که کشته اعلام شدند زنده هستند. او از جمله به نیکتا اسفندانی، دختر 14 ساله ای اشاره کرده که در اعتراض‌های آبان 98 در خیابان ستارخان تهران با شلیک گلوله کشته شده. یه نمونه‌شو شما مصاحبهشو ملاحظه کردید، خانواده نیکتا اسفندانی چقدر سر صدا کردن، دختر 14 ساله‌ای که در اعتراضات به زن گلوله کشته شده، یه خانومی که هیچ ربطی به این موضوعات نداشته، هم پزشکی قانونی تعیین می‌کند و هم خانواده در اثر مسمومیت فوت کرده است. در آشوب‌های هفته پیش به دست نیروی انتظامی، تلویزیون ایران هم پیشتر مصاحبه ای از پدر نیکتا پخش کرد که او ضد نظام بودن نیکتا را رد کرده. بعد این دخترم اصلا تو این مسائل نبود. این دخترم فوتش مربوط شد به این ایام و این جفسازی ها شده. بعضی از خانواده های کشته شدگان گفتند برای اینکه هزینه‌ای برای تحویل گرفتن اجساد نپردازند، از پزشکی قانونی خواستند علت مرگ را در اسناد رسمی بیماری عنوان کنند. مامورین انتظامی با سپاه ساعت 2:30 شب دارن تیراندازی میکنن و گازاشک آور میزنن. تلویزیون حکومتی ایران هم دیشب در گزارشی کشته شدن تعدادی از معترضان که آنها را اغتشاشگر مینامید در شهرهای ماهشهر، بهبهان و شیراز تایید کرد. تعداد کشته شده ها در شهر ماهشهر مشخص نیست، اما بعضی از خانواده ها گفتند زیر فشارن تا اطلاع رسانی نکنند. به گفته شاهدانی که با بی بی سی فارسی مصاحبه کردند، در بعضی مناطق ماهشهر درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی شبیه به میدان جنگ بوده. مثل اینجا شهرک چمران که نیروهای امنیتی تانک و تیربار به خیابان‌ها برده بودند.
این ویدیو که خبرگزاری‌های ایران به تازگی منتشر کردند نشان می‌دهد همه نیروهای امنیتی به سرکوب معترضان اعتقاد ندارند. اینا دشمن ما نیستند. من میگم حریفم نیست. خواستهشون هم شاید قانونیه. ولی نحوه خواستهشون درست نیست. تا جایی که راه داره من و شما خدا پیغمبری مدیونیم نزنیم. واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب معترضان در ایران ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در اجلاس ناتو به لندن سفر کرده، سرکوب اعتراض‌ها و کشته شدن معترضان را هولناک خوانده و از جهانیان خواسته به آنچه در ایران رخ می‌دهد توجه کنند. آقای ترامپ گفته تعداد بسیار زیادی در ایران کشته می‌شوند تنها به این دلیل که معترض هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفت حکومت ایران به همین دلیل اینترنت را قطع کرد تا کسی نتواند ببیند چه وقایعی در حال رخ دادن است. همزمان رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری 51 نفر از عاملان اصلی آتش زدن بانک ها و پمپ بنزین ها خبر داده. استاندار تهران هم گفته 47 فروشگاه زنجیره‌ای تهران یا غارت شده یا در آتش سوختند. ولی آنچه افکار عمومی و حتی بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند روشن شدن تعداد کشته شدگان و اطلاع رسانی درباره وضعیت بازداشت شده هاست. فرین آسمی، BBC. روزبه میرابراهیمی، روزنامه‌نگار از واشنگتن به ما پیوسته برای بحث بیشتر در این مورد. آقای میرابراهیمی، اصولاً زمانی که اتفاقات اینچنینی میفته حاکمیت با اطلاع دادن اطلاعات بیشتر جلوی ایجاد حاشیه و شایعه رو میگیره، اما این اتفاق در حاکمیت ایران نیفتاده. فکر میکنید که به عمد داره این تصمیم انجام میشه؟ ببینید، چند روز پیش آقای منتظری دادستان کل کشور صریحا اعلام کرد که ما اطلاعات رو داریم ولی اعلام نمی‌کنیم به خاطر اینکه دشمنان به قول ایشون و معاندین سوء استفاده خواهند کرد، و این خودش به صراحت داره مشخص می‌کنه که ایران تعمدن داره آمار رو اعلام نمی‌کنه یا تعلل داره در این قضیه. بعد به گذشتم اگه نگاه کنیم می‌بینیم کلاً به اصطلاح جمهوری اسلامی با در این جور مواقع معمولاً نه تنها در مورد اعتراضات بلکه در مورد اعدام‌ها و یا به اصطلاح اتفاقات دیگه‌ای هم که در طول سال‌های مختلف افتاده این سیاست رو داشته که با اعلام به اصطلاح آمار دقیق مشکل داشته. کلاً با این نوع اطلاع رسانی جمهوری اسلامی به نظر من به دلیلی که میدونه اعلام این قضیه به اصطلاح تو کارنامه سیاهش در مورد وضعیت حقوق بشر تاثیرگذار هستش، تعمدن این اطلاعات رو مخفی نگه می‌داره. ولی عملا گروه های حقوق بشری هستن مثل همین سازمان عفو بین الملل و سازمان های دیگه که این کار رو انجام میدن. دقیقا تفاوتی که الان به نظر من در طول چند سال گذشته به وجود اومده نسبت به دو سه دهه گذشته که همچین اتفاقایی در ایران میافتاد و میتونستن با توجه به نوع به اصطلاح فعالیت رسانه ها یه جوری اطلاعات رو مخفی نگه دارن، الان این امکان خیلی کمتره و به هر حال ابزارها و راه های مختلفی وجود داره که اطلاعات و اتفاقاتی که در داخل ایران میفته به بیرون انتشار پیدا کنه و امکان مخفی‌کاری توسط حکومت کمتر شده. شما مثلا در دهه 60 نگاه کنید یا اعدام‌های سال 67 نگاه کنید، تا مدت‌ها به حال حکومت تونسته بود این اطلاعات رو مخفی نگه داره، ولی با این حال بعد چند سال این اطلاعات بیرون درز کرد. واقعیت اینه که این نوع اتفاقات غیر قابل پوشش دادنه، یعنی عملا نمیتونن مخفی نگه دارن، دیر یا زود منتشر خواهد شد. و الان هم با توجه به پیشرفت و تکنولوژی که وجود داره و ارتباطاتی که برقرار هستش، به هر حال همچین اتفاقی در ایران میفته بیرون درز خواهد کرد و سازمان‌های مختلف و رسانه‌های مختلف این امکان رو دارن که حتی اگه شده با تأخیر به اطلاعات و اسنادی دسترسی پیدا کنن که بتونن آمارها رو حتی اگر نه تنها کامل، حداقل بخشی از اتفاقی که افتاده رو بتونن گزارش بدن و تایید کنن. حداقل آمارهای رسمی، اون آمارهای اولیه نشون میده که بیش از 2000 نفر دستگیر شدن. یه مقداری هم به وضعیت دستگیر شده ها بپردازیم، چه اطلاعاتی راجع به اونها داریم، چه بر اونها داره میگذره؟ ببینید، یک واقعیت دیگه هم که متاسفانه خطری است که اکثر بازداشت شده ها رو شاید به اصطلاح تهدید میکنه، اینه که همین که حکومت اعلام نمیکنه آمارها رو، به خانواده ها هم اعلام نمیکنه، این خطر وجود داره که در زندان باشون بدرفتاری های صورت بگیره و حتی احتمال داره که افرادی در به خاطر محیط زندان یا نوع برخورد ها صدمه ببینن یا حتی کشته بشن و بعدها حکومت بخواد اینا رو داخل آمارهای کشته شده ها قاطی بکنه، و این خطر
این خطر وجود داره. به همین دلیل فکر میکنم این هم به اصطلاح حکومت تعمدن داره این عدم اطلاع رسانی در مورد بازداشتی ها رو هم بخش های مختلف حکومت تعمدن پوشش میده و به اصطلاح مخفی نگه میداره، به دلیلی که این احتمال وجود داره. به هر حال کسانی که در طول بازداشت هستن و نوع برخورد هایی که بخصوص در شهرستان ها امکان داره به وجود بیاد، این از نگاه عموم مخفی بمونن از خانواده ها و بعدها بتونن اگر اتفاقی افتاد بتونن استفاده بکنن از این فضا و از این بی اطلاعی و منتسبش بکنن به حالا اشرار و یا کشته شدن در خیابان. ممنونم از وقت شما آقای میرابراهیمی، روزوه میرابراهیمی، روزنامه‌نگار. وزارت خارجه افغانستان میگوید از ایران خواسته تا برای تحویل اجساد کشته شدگان افغان در اعتراض‌های اخیر با خانواده‌های آنها همکاری کند. به گفته این وزارتخانه، ایران هنوز اطلاعات واضحی در اختیار نگذاشته. پیشتر یک منبع آگاه به بی بی سی گفته بود در جریان ناآرامی‌های آبان در ایران 9 افغان کشته و 121 نفر بازداشت شدند. در زمینه می 3 فرد که فامیلاشان مراجعه کرده، سفارت جستجو کرده و تحقیق میکنه که عواملش چی است و در سایر موارد تا وقتی که ما رسماً اطمینان و اطلاع نداشته باشیم از هویت قربانیا، مجروحین و بندیا، پیش از وقت خود بود که تبصره کنیم. ما همین جزئیات هم از جانب دولت ایران میخواییم بگیریم وقتی که این موضوع را تعقیب میکنیم و هم از جانب خانواده های اینا و این تحقیق را تکمیل کرده باز میتونیم صحبت کنیم. تا که تکمیل نکرده باشیم یک جانب ادعاهایش را بگوییم و میتونه که باز برای ثقه بودن اطلاعات ما صدمه برسونه. گران هیواد بود، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته که حکومت ایران آزار و تهدید روزنامه‌نگاران را شدیدتر کرده. برایان هوک آنچه را که حمله به روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان خوانده محکوم کرد. به گفته آقای هوک، افرادی که برای رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا، رادیو فردا و بی بی سی کار می‌کنند، هدف این حمله‌ها هستند. سران 29 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی امروز به مناسبت 70 سالگرد ایجاد یک پیمان دفاعی در لندن جمع شدند، اما اختلاف‌های جدی بین اعضا بر سر این گردهمایی سایه انداخته. رئیس جمهوری فرانسه گفته این سازمان دچار مرگ مغزی شده و ترکیه که حالا به روسیه نزدیک شده، فرانسه را به تروریسم متهم می‌کند. همزمان رئیس جمهوری آمریکا بارها تهدید کرده که این پیمان را ترک می‌کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. سران ناتو امروز در لندن در اولین روز گرده همایشان به کاخ باکینگهام دعوت شدند برای شام. جشن 70 سالگرد ایجاد این پیمان دفاعی که همینجا در لندن ایجاد شد. در پی جنگ دوم جهانی و امروز طرفدارانش میگویند نقش مهمی در جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر داشته است. اما اختلاف‌های جدی بر این جشن سالگرد سایه انداخته. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته این پیمان دچار مرگ مغزی شده، نمی‌داند چه می‌خواهد و برای چه ایجاد شده. او نمی‌خواهد ناتو امروز در مقابل روسیه موضع بگیرد. حتی رئیس جمهوری آمریکا که تهدید کرده کشورش از این پیمان ممکن است خارج شود، امروز در لندن سخنان همتای فرانسویش را غیر قابل قبول دانست. ناتو نقش مهمی داره، اما درست نیست که آمریکا بخش مهم و نامتناسبی از هزینه آن را به عهده بگیره. من شنیدم که آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که ناتو دچار مرگ مغزی شده، که حرفی است توهین‌آمیز برای ناتو و به خصوص برای کسی که اینجا نشسته، دبیر کل ناتو، که این سازمان رو داره خیلی خوب اداره میکنه. ناتو موفق ترین ائتلاف دفاعی در تاریخه و ما البته توانسته ایم خودمان را با زمانه و نیازها دائما تطبیق بدیم و در سالهای اخیر توانسته ایم این پیمان را به قدری گسترش بدهیم که در سالهای گذشته سابقه نداشته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم دردسر بزرگی است برای ناتو با تکروی هایش. او میگوید ناتو به تروریستا اعتنایی نمی کند. منظورش کردها در سوریه است، کشوری که به آن برخلاف سیاست های ناتو لشکرکشی کرده و در آن در مقابل نیروهای آمریکا هم قرار گرفته و اخیراً هم با نزدیک شدن به روسیه و خرید سیستم دفاع موشکی نظم ناتو را به هم زده و آن را تضعیف کرده.
ناتو حالا باید ببیند چگونه میخواهد به اختلافهای اساسی بین اعضایش پایان بدهد و سیاستهایش را در قبال تهدیدهای تازه به خصوص از سوی روسیه و چین و جنگهای سایبری و فضایی تنظیم کند. کسرا نجی بی بی سی. کسرا همزمان مصاحبه ای هم کرده با نیکولاس کی نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان و از او پرسیده که ناتو تا چه زمانی قصد دارد در افغانستان بماند. NATO has been there now. ناتو از سال 2003 میلادی برای مأموریتش اونجا بوده. این طولانی مدت ترین، بزرگترین و دورترین مأموریت ناتو تا به حال بوده. بسیار از مرزهای ناتو فاصله داره. ناتو اونجا رفت تا اطمینان ایجاد کنه که تروریست‌های بین‌المللی از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه استفاده نمی‌کنن. این مأموریت ما بود و هست و من معتقدم ناتو به این امر تا آخر متعهد می‌ماند. NATO is committed to seeing it through until the end. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به عناوین مهم خبری روز. با گذشت بیش از دو هفته از آغاز اعتراض‌ها در ایران، هنوز هیچ آمار رسمی از کشته‌ها و بازداشت‌شده‌ها اعلام نشده. سخنگوی قوه قضاییه میگوید آمارهای اعلام شده از منابع دیگر نادرست است. وزارت خارجه افغانستان میگوید از ایران خواسته تا برای تحویل اجساد کشته شدگان افغان در اعتراض‌های اخیر با خانواده‌های آنها همکاری کند. در ادامه برنامه، درخواست وکلای 5 نفر از شاکیان جفری اپستین برای شهادت پسر ملکه بریتانیا در دادگاه. نظرسنجی تازه بنیاد آسیا در افغانستان نشان می‌دهد که نزدیک به 90% مردم در این کشور از گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان حمایت می‌کنند. بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان هم گفتند که به نتیجه گفتگوهای صلح امیدوارند. این ارزیابی بر اساس مصاحبه با نزدیک به 18000 نفر از افرادی که بالاتر از 18 سال سن داشتند تهیه شده و حدود 50% شرکت کنندگان آن زنان هستند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. ما از خدا توقع دارم که خدای مهربان سرز من مهربان شد. اولاد تایم جورش نه. اندوه یک مادر. جنگ او و بچه هایش را یک سال است از خانه دور کرده. از ولسوالی جاغوری در ولایت غزنی به کابل. حالا با دو کودک مریض در خانه اجاره‌ای و امکانات اندک به سر می‌برد. شوهرش برای کار به ایران رفته. همین امیدش به لطف خداست. کاش که وطن از ما و شما صلح شنه. کاش که رامیش نه. کدام مرکز سر جای خود قرار داشته شد. شاو دو بجه شاو برجدم. قد این سی اولاد خود ما چراغ دا نیدامون خی گرفتم ما به قطع میجر خود خوره. تمی یک منطقه دیگر ما تانای خرسیدم خود خوره. با این همه بنیاد آسیا در گزارش تازهش میگوید اکثر مردم با گفتگوهای صلح موافقند. نظر به این گزارش شمار کسانی که فکر می کنند افغانستان به مسیر درستی می رود بیشتر شده. خب دلیل این خوشبینی و امیدواری می تواند بیشتر شدن تلاش های صلح در سال 2019 باشد، چون چندین دور گفتگوها شکل گرفت و مردم به آمدن صلح امیدوار شدند. بیشترین امیدواری به گفتگوهای صلح در مناطق شرق و جنوب غرب است، اما تقریبا همه پیش شرط هایی برای صلح دارند. نزدیک به 55% به حفظ قانون اساسی فعلی تاکید کردند. نزدیک به 54% دولت مرکزی قوی، 46% آزادی بیان، 47% آزادی مطبوعات و نزدیک به 18% حضور نیروهای خارجی. صدایی که دوست دارد شنیده شود. 9 سال را به پای آموختن موسیقی گذاشته. حالا استاد ویولن شده و دست بردار هم نیست. نگران است توافق با طالبان او را به انزوا بکشد. موسیقی بر ما یک دستاورد خیلی بزرگی است. نمیخوایم که همی موسیقی کار کردیم، زحمت کشیدیم، قربانی سر شد. اگر در گفتگاه سال بگن که موسیقی را محروم کنین، باز ما صلح قبول نداریم. مشخص نیست گفتگوهای صلح
به چه قیمتی به جنگ طویل افغانستان خاتمه خواهد داد. اگرچه عده‌ای خصوصا جوان‌ها حاضر نیستن دستاوردهای 18 سال گذشته را با صلح معامله بکنن، اما در نهایت بیشتر مردم افغانستان خسته از جنگ، ناآرامی و فقر، تشنه صلح و امنیت هستند. صلحی که تا فعلا چشم‌انداز خیلی روشنی نداشته. 15 سال است که بنیاد آسیا گزارش‌های مشابهی را منتشر می‌کند که گاه امیدوار کننده است و گاه برعکس. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. در ادامه اعتراض‌ها به عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، هواداران تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله امروز هم در دو ولایت دیگر به خیابان‌ها آمدند. معترضان در پروان و سرپل خواهان ابطال حدود 300 هزار رأی هستند که میگویند همه تقلبی است. معترضان در منطقه جبل السراج ولایت پروان برای بیش از یک ساعت شاهراه کابل شمال افغانستان را بستند. کمیسیون انتخابات میگوید آرای مورد بحث باید ابتدا بازشماری و بررسی شود. هواداران آقای عبدالله از جمعه گذشته تا امروز در چند ولایت افغانستان تظاهرات کردند. آمریکا تهدید کرده به تلافی قانون مالیاتی جدید فرانسه. تعرفه گمرکی شراب و پنیر وارداتی از این کشور را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ از وضع مالیات‌های دیجیتالی در فرانسه به شدت انتقاد کرده. او گفته عاشق شرکت‌های مثل فیسبوک و گوگل نیست، ولی اگر قرار است دولتی حق گرفتن مالیات از این شرکت‌ها را داشته باشد، آن دولت آمریکاست نه فرانسه. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا میگوید لاشه ماهنورد هندی ویکرام را 3 ماه بعد از برخوردش به سطح ماه پیدا کرده. لاشه این ماهنورد را یک شهروند عادی پیدا کرد بعد از اینکه ناسا از مردم خواست به دنبال لاشه ویکرام بگردند. هند امیدوار بود 4مین کشوری باشد که روی ماه فرود موفقیت‌آمیز داشته باشد، اما تماس اتاق کنترل با این ماهنورد تنها 2 کیلومتر مانده به سطح کره ماه قطع شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند فدراسیون فوتبال قصد دارد برانکو ایوانکوویچ را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران جایگزین مارک ویلموتس بلژیکی کند. گزارش شده مهدی تاج رئیس فدراسیون بعد از شرکت در مراسم بهترین‌های سال کنفدراسیون فوتبال آسیا از هنگ کنگ به ترکیه سفر کرده تا در استانبول با مارک ویلموتس دیدار و قراردادش را فسخ کند. مسئولان فدراسیون گفتند در چند روز آینده برانکو سرمربی سابق تیم ملی ایران و پرسپولیس دوباره هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد گرفت. فدراسیون فوتبال ایران بعد از 2 شکست مقابل بحرین و عراق و خطر حذف از جام جهانی زیر فشار شدید منتقدان قرار گرفت. نصرت کریمی بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر ایران در 95 سالگی در تهران درگذشت. آقای کریمی به واسطه نقش آقا جان در سریال تلویزیونی دایجان ناپلئون شناخته شده. او نویسنده و کارگردان فیلم‌های کمدی همچون محلل و درشکچی بود. آقای کریمی در زمینه مجسمه‌سازی، عروسک‌سازی و کارگردانی نمایش عروسکی هم فعالیت داشت. او پس از انقلاب ایران مدتی به خاطر فیلم محلل زندانی و پس از آن تقریبا خانه نشین شد. تحولی جدید در پرونده قضایی جفری اپستین سرمایه‌گذار آمریکایی که به اتهام سوء استفاده جنسی از دختران و نوجوانان دستگیر شد و چند ماه پیش در زندان خودکشی کرد. حالا برنامه پانورامای بی بی سی در تحقیقاتش متوجه شده که وکلای 5 نفر از اتهام زنندگان به آقای اپستین از دادگاه خواستند تا شاهزاده اندرو پسر ملکه بریتانیا در دادگاه شهادت دهد. پای پسر سوم ملکه بریتانیا وقتی به این پرونده کشیده شد که ویرجینیا جفری که حالا 35 سال دارد گفت وقتی زیر سن قانونی بوده شاهزاده اندرو 3 بار به او تجاوز کرده. دارا مکنتایر گزارش می‌دهد. اتهام های ویرجینیا جفری درباره شاهزاده اندرو سوالاتی پدید آورده که از بین نمی رود. وکیل 5 نفر از اتهام زنندگان به جفری اپستین می خواهد شاهزاده اندرو به عنوان شاهد در دادگاه شهادت بدهد. زنان می گویند شاهزاده اندرو شاهد بوده که چطور اپستین و مهمانهایش در خانه این مجرم جنسی ماساژ می گرفتند. به برنامه تلویزیونی پانوراما گفته شده که احضاریه دادگاه آماده شده و اگر شاهزاده اندرو به آمریکا برگردد میتواند به او تحویل داده شود. این یعنی دفعه بعد که شاهزاده اندرو به آمریکا میاد با دستور دادن شهادت در دادگاه مواجه میشه، چه خوشش بیاد چه نیاد. با احترام به شاهزاده اندرو، اون باید اعتراف کنه و حقایق باید برملا بشه. شاهزاده اندرو میگوید در دیدارهایش در خانه‌های آقای اپستین در فلوریدا، نیویورک و کارائیب هیچ رفتار مشکوکی مشاهده نکرده و چیزی شکش را برنیانگیخته.
او میگوید در صورت لزوم تمایل دارد به هر نهاد شایسته اجرای قانون برای تحقیقاتشان کمک کند. ویرجینیا جفری میگوید توسط اپستین به لندن قاچاق شده بود تا با شاهزاده اندرو رابطه جنسی داشته باشد. او به پانوراما گفت که گلن مکسول دوست طولانی مدت شاهزاده اندرو او را به شاهزاده معرفی کرد. او میگوید بعد از رفتن به یک کلوب شبانه گلن مکسول به او دستور داده تا با شاهزاده اندرو رابطه جنسی داشته باشد. در مدارک دادگاه گلن مکسول میگوید همه اتهام هایی که ویرجینیا جفری مطرح کرده دروغ است. آدمای اونجا هی بهانه های مسخره میارن، مثل اینکه عکس دستکاری شده. من میگم چرت میگن، چون چیزی که میگن چرته. اون میدونه چه اتفاقی افتاده، منم میدونم چه اتفاقی افتاده و فقط یکی از ما راست میگه و من میدونم که اون منم. کسانی که میگن شما راست نمیگید به تناقض‌ها در روایتتون اشاره میکنن. چه توضیحی دارین براشون؟ شما بعضی وقتا وقایع رو درست به یاد نمیارین. واقعا اینطوره. آره، شاید درباره تاریخ‌ها اشتباه میکنم. قطعاً. بعضی اوقات حتی ممکنه در مورد مکان‌ها هم اشتباه کنم. اما چیزی که میتونم بگم اینه که چهره کسی رو که خزیده روتون هیچ وقت فراموش نمیکنین. شاهزاده اندرو هر گونه تماس یا رابطه جنسی با ویرجینیا جفری را تکذیب می کند و می گوید هر ادعای خلاف این اشتباه و بی اساس است. دارا مکنتار، بی بی سی نیوز. در پایان این بخش خبری سعی بزنیم به ژاپن، جایی که نه فقط مردم بلکه میمون‌های ماکاک هم در زمستون به چشمه‌های آب گرم پناه می برند. تصاویری که الان می‌بینید چشمه آب گرم در باغ گیاهشناسی هاکودیت که در شمالی‌ترین نقطه ژاپن در هوکایدو قرار داره و میمون‌هایی که می‌بینید دارن لذتش رو می‌برن. حمام آب گرم ماکاک‌ها سال‌ها یکی از سوژه‌های جذاب برای عکاسانی بوده که به دنبال ثبت تصاویر زیبا از حیات وحش هستن. مسئولان این پارک از ماه دسامبر، یعنی ماهی که هوا سرد میشه، چشمه آب گرمی با دمای 40 درجه سانتیگراد برپا میکنن و ماکاکا میتونن برای حدود 4 ماه از اون لذت ببرن و فصل سرما رو پشت سر بذارن. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر با شما خواهم بود.